خب بیایم یه سری به پنل ادمین بزنیم و اونجا رو اوکی کنیم. الان تو پوشه فایلزی که من گفتم اگه دانلود کرده باشید از www.ali.ir/files/cc.rar اگه دانلود کرده باشید یه همچین پوشه هست و داخلش یه پوشه میبینید به اسم کانسپت ماستر. اینجا یه سری یه تمپلیت هست، یه تمپلیت داشبورد ادمین هست که راستچین شده است، خودم راستچینش کردم از قبل و این نسخه راستچین این قالب رو ما میخواییم استفاده کنیم توی پروژمون. خب پس نگاه کنید، الان اینجا یه چیز هست، من اینجا باز کنم این هوم ادمین. اینجا این دقیقا چیزی هست که ما داریم میخواییم اوکیش بکنیم با هم دیگه. خب همین index.html رو با اتم باز کنم، من index.html رو با اتم باز کنم، کنترل آ کنترل سی و کنترل آ کنترل وی به جای این میزنم، همه رو دونه دونه پیست میکنم. خب عرضم به حضورتون که حالا الان یه سری فایل css و js و اینا زمینه کار شده توی این پروژه که اینجا داریم. خب حالا این فایل css و js هم ما باید استفادهشون کنیم که همه این چیزایی که زمینه کرده اگه دقت کنید همه تو پوشه assets هستن. پس من پوشه assets رو شام کپی میکنم کلن و میام میندازم داخل تو cc که خودمون داریم، تو پوشه پابلیک اینجا پیستش میکنم و اینم تمام فایل assetش. من الان بیام اینجا، خب الان دیگه هوم رو بیارم، خب بازم یه مشکل ریزی داریم. مشکل ریزی که داریم اینه که الان اینجا اوکی نشون میده، این هومی که اینجا داریم اوکی هستش، ولی به هر حال بهتره که بیایم چیکار کنیم. الان من این تمپلیت رو دقیقا استفاده کردم، داریم ازش. حالا بهتره که چیکار کنیم؟ بهتره که همه این مواردی که اینجا هستن رو ارزم بود همشون که نه، یه لیاوت دیگه هم درست کنیم که مثلا ما قرار چندین تا صفحه مختلف داشته باشیم دیگه، نمیخوام که برای همشون کپی پیست کنیم، همشون یک هدر، همشون یه چیز، باید اینا مثل لیاوت اپی که داشتیم خب یه لیاوتی هم داشته باشیم، مثلا به اسم لیاوت داشبورد یا همچون چیزی. تو لیاوت هم لیاوت یه دونه فایل یادی جا میکنم، یه نیو فایل به اسم dashboard.blade.php، اینم باید یه همچین چیزی باشه که اکستندش بکنیم و فایلاشو داخلش بریزیم. بذار من همه رو کنترل آ بزنم، کنترل سی، حتی کنترل ایکس بزنم، خب و اینجا کنترل وی بزنم پیستشون کنم. خب حالا اینجا یه فوتر داره، حالا به غیر از فوترش اینجا یه کنترل ام رو این بزنم، این میشه از اینجا تا اینجا بالاترش چیا قرار میگیرن، داشبورد و چه میدونم اینجور داستان. خب پس این اینی که اینج از اینجا تا اینجا بین فوتر رو قرار گرفته، من همه اینها رو هایلایت بکنم، ببین از کجا کنترل ام بزنم، از اینجایی بود که از داشبورد ای کامرس بود، از اینجا تا اینجا بود، من اینا رو همه کپی بکنم تا داشبورد ای کامرس بود، این بود که من همه رو کات کردم. خب من اینا رو همه الان کنترل ایکس میزنم، اینجا یه سکشن ایجاد میکنم به اسم کانتنت، خب و این پیست میکنم اینجا، همه رو پیست میکنم اینجا، بعد اینجا ییلد میکنم کانتنت رو، ییلد میخوام یه کاری بکنم که بتونم از این قالب با جایهای مختلف استفاده کنم، تو چندین صفحه مختلف استفاده کنم و کانتنت رو اینجا ییلد میکنم. خب حالا این ادمینی که اینجا داریم این سکشن رو من ایجاد کردم، گفتم این سکشنی هست که اسمش کانتنت هست، حالا بهتره چیکار کنم؟ اکستند با بهتر که نه، یعنی باید اینو اکستند بکنم، اکستند بکنه layouts.dashboard. خب لیاوت داشبورد رو اکستند میکنه و این کانتنت هایی که اینجا هستن همه ریخته میشن اینجایی که ییلد میکنه کانتنت رو. رفرش بزنیم، یه الان همچین چیزی شد، الان هم بازم همچنان اوکی هستش. حالا یه کار دیگه‌ای که میخوام بکنم اینه که اینجا داخل اینجایی که اینجا داریم، این چیزی که اینجا داریم، این تایتلی که اینجا داریم و متا دیتایی که اینجا کلن هستن، یه بذار اینجا بریزمش تو اینجا بهتره، یه ییلد بکنیم، چی رو ییلد بکنیم؟ متا رو، چون هر صفحه‌ای که داریم یه سکشن خاص خودش رو، یه سکشن برای متا هم متا دیتا ها باید داشته باشیم که تایتلش اینجا چی باشه، تایتلش مثلا این باشه
داشبورد ادمین یه جور چیزی رفرش. الان هدرش رو داشبورد ادمین و الان لیاوت داشبورد رو هم اکستند کرده و ما به این صورت داریم ازش استفاده میکنیم. حالا باز هم میشه پیشرفت های روی این مورد داد که حالا رفته رفته بهترش هم خواهیم کرد. خب حالا یه رفرش بزنیم اینجا. این چیزی که هست که ما داریم الان، این چیزی که ما اینجا داریم. حالا عرضم به حضورتون اینجا به جایی که این همه اطلاعات رو بریزیم، حالا ما بعدا میتونیم از این اطلاعاتی که اینجا هستن استفاده بکنیم، ولی خب بذارم همه این چیزایی که توی این کانتنت اینجا هستن که باید توی این کمرس قرار بگیرند، پریلودر جالا، این پریلودرش رو پاک کنیم. پریلودرش رو نمیخوام. مثلا یه ای کمرس ویدجت هست و کاروبار دیگه از اینجا داره شروع میشه. کنترل ام، آره از اینجا داره شروع میشه. دیو ای کمرس ویدجت از اینجا داره کاروبار شروع میشه. پاک کنم همه اینا رو. ای کمرس ویدجت اینجاست. یه دیو. اوکی، همه اینا رو هم البته نیاز داریم. من این ستارم کات کنم بندازم توی اینجا که دیگه هر سری مجبور نباشم برای همشون هر فایل جدیدی که میخوام اینجا ایجاد بکنم اون موارد رو بنویسم. yield البته متان yield البته اینجا که نیست. yield متا اونجایی که داره چیز میکنه، کانتنت رو داره yield میکنه، باید این کار بکنم. اونجایی که کانتنت رو yield میکنه اینجاست. اینو کات بکنم و اینو بندازم اینجا. یلد میکنه کانتنت و اینم کانتنت ما اینجا قرار میگیره هرچی که باشه. دی رو بزنیم رفرش و دی اینجا قرار میگیره. الان دی که داریم اینجا قرار میگیره، هر متنی که داریم. حالا الان دیدیم متنی که اینجا استفاده کردیم نیست، کوتاه متنی که اینجا استفاده کردیم. این دیگه این فوتری که اینجا داره اومده بالا. بذار من کلیک راست کنم اینسپکت بزنم. این فوتری که اینجا هست رو هم یه کاری کنم همیشه به پایین بچسبه. اگه پوزیشنشو من فیکس بکنم و بارامشو صفر بکنم اوکی میشه دیگه. آره پوزیشن فیکس، بارام صفر. البته با این کار باعث شدیم اون لینک هایی که اونجا گذاشتیم همه برن اون سمت قرار بگیرن. البته ما برای این اپلیکیشنی که اینجا داریم حقیقتش به فوتر اصلا نیاز نداریم. چرا یه ساعت سر کله بزنیم با این فوتری که اینجا هست؟ فوترش هم پاک میکنیم چون واقعا به فوتر نیاز نداریم. رفرش، اینم از فوترش. خب حالا اینم از چیزی که اینجا هست. یه هدر داریم، یه داشبورد سمت راست داریم و هر کدوم این هدر و داشبورد تو همه صفحه یکسان هست و فقط هر سری کانتنت مختلف هست. مثلا اگه بخوام یه بخش ایجاد کنیم برای اضافه کردن مشتری، مثلا مدیریت مشتریان، بعد اضافه کردن مشتری، مثلا اینجور چیزی میاد اینجا قرار میگیره. حالا اینا رو درست میکنیم، دونه دونه رو به جلو بریم. حالا این لیاوت داشبوردیه که ما داریم. اینجا گفته لفت ساید بار. از لفت ساید باری که اینجا داره شروع میکنیم تا اینجا لفت ساید بار. این کلا محوطه‌ایه که مربوط به لفت ساید بار هست. البته اینجا نوشته لفت ساید بار، شاید چون تو تمپلیت اصلی سمت چپ قرار گرفته بودن، ولی من راست چینش کردم، الان اومده سمت راست. خب پس اینجا کنترل ایکس میزنم، این رو کات میکنم و یه فایل اینجا ایجاد میکنم. یه فایل که اینجا یه فولدر توی هومی که اینجا داریم، یه نیو فایل ایجاد میکنم اینجا. نیو فولدر به اسم partials. این تیکه هایی که بخوام تو پروژم استفاده کنم اینجا میریزم. یه فایل جدید اینجا ایجاد میکنم به اسم admin left draft left که دیست دیگه right admin right nav dot blade dot php. چرا من این کارو کردم؟ اومدم ریختمش توی یه فایل مجزا به خاطر اینکه الان این منوی که سمت راست، منوی سمت راستی که admin داره با منوی سمت راستی که
کاربرای عادی دارن و مشتری دارن متفاوته. میخوام هر کدومشون یه فایل خودشون رو داشته باشن. پس admin left admin right nav.blade.php. پس اینجا توی هوم کنترلری که ما اینجا داریم، البته بذار اینجا من فعلا فقط اینکلودش بکنم، اول از همه include admin right nav. البته admin right nav کجاست؟ توی هوم هستش، توی هوم پارشالز، توی هوم پارشالز admin right هست، چیز هستش. پس home.partials.adminrightnav رفرش بزنیم. الان هیچ چیزی نباید خراب شده باشه، الان مطمئن شدیم هیچ چیزی خراب نشده. میره اینا رو من ریختم تو admin right nav و اینکلودش کردم. حالا همچنین navbar، همچنین navbarی که ما اینجا داریم، این navbarی که اینجا داریم، این navbar رو من کات بکنم. هدری که اینجا داریم، هدری هم که admin داره با هدری که اون یکی داره متفاوته، این نکته هم در نظر داشته باشیم. چون اینجا البته setting logout account این چیزهایی که اینجا قرار میگیرن چی؟ نه، هدر هر دوتاشون یکسان خواهد بود، هدر هر دوتاشون فقط نو سمت راستشون متفاوت خواهد بود. پس بذار این هدرش همینجوری باقی بمونه، هدرش که اینجا داره همینجوری باقی بمونه. پس من دیگه این کامنت های اینجا رو پاک بکنم. ادمین خب رفرش، الان اوکی هستش. حالا فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که الان اینجا خب همیشه مال ادمین رو داره میاره. نگاه کنید اینجا رو من بیارم اونجایی که اینکلود کردم، اینجایی که اینکلود کردم، اینکلود رو بیارم سرچ کنم، اینکلود. خب اینکلود کردم هو پارشال رو، این همیشه داره مال ادمین رو میاره. من باید یه کاری بکنم، هر وقت ادمین بود مال ادمین رو بیاره، هر وقت کاستمر بود مال کاستمر رو بیاره. پس من دو تا فایل ایجاد میکنم، یکی دو رو این بزن، دی رو رو این بزن که دوپلیکیت بشه و کاستمر رایت نف، کاستمر رایت نف. پس ما یه کاستمر رایت نف داریم و یه ادمین رایت نف داریم. خب حالا هر وقت که کاستمر بود باید اون رو بیاره و هر وقت نبود این یکی رو بیاره. پس من اینکلود رو بیارم و اینجا سینگل کود میذارم، سینگل کود دات دات و بهش میگم یوزر تایپ. یه هلپر ایجاد میکنم به اسم یوزر تایپ و اون رو چیز میکنم. یوزر تایپ یک دو تا رشته برمیگردن، یا ادمین رو برمیگردن یا کاستومر، با توجه به اون کسی که وارد حساب و کاربری شده یه استرینگ رو برمیگردونه. خب حالا پس من باید این هلپر یوزر تایپ رو خودم درست کنم. خب برای درست کردن هلپر ها ما نیاز هست به روش اصولی اضافه کردن هلپر توی لاراول به این صورت هستش. هلپر ها چی هستن؟ یه سری همینه، یا کن من الان این اینکلود رو کجا همش غیبش میدانم، من هر سری میام، یا کن این هلپر به این فانکشن هایی میگن که ما تو همه جای پروژمون میتونیم ازش استفاده کنیم، بهش میگن هلپر. حالا من میخوام یه فانکشن تعریف کنم به اسم یوزر تایپ که هر وقت زدم یوزر تایپ یه رشته برام برگردونه و نوع یوزر رو به من بگه. این هلپر ها رو کجا بنویسم، کجا تعریفشون کنم؟ روش اصولی اضافه کردنش اینه که ما میریم توی composer.json و از توی composer.json اینجا یه بلاک داره به اسم auto load. توی این بلاکی که مربوط به auto load هست، خب که از اینجا تا اینجاست، یه دونه چیز جدید اضافه میکنم، یه کاما میذارم اینجا چون میخوام یه چیز جدید اضافه کنم. داخل دبل کوت بهش میگم فایلز، یه سری فایل جدید میخوام بیاری که این فایل جدیده یه آرایه هستش، آرایه هستش و این آرایه البته تو کمپوزر تهیاتون باشه، تو فایل جیسون سینگل کوت نداریم، همیشه از دبل کوت باید استفاده کنید. خب یه فایلز میخوام، این فایل رو میخوام آوتو لود کنی. آوتو لود یعنی چی؟ یعنی که تو آوتو لود وقتی بشه تو همه جای پروژه بهش دسترسی خواهیم داشت. خب یه فایل میخوام ایجاد کنم تو پوشه اپ، عرضم به حضورتون http. الان چه لینوکس و چه ویندوز هر دو باید از این سپریتر استفاده کنن. اپ http، نگاه کن من میخوام اون هلپر مورد نظر بندازم تو اپ http. یه فایل اینجا درست بکنم، نیو فایل به اسم help
helpers.php تمام هلپرامو میخوام داخل این بنویسم و این فایل رو میخوام آوتلود کنم. helpers.php حالا که این فایل رو اضافه کردم میبندمش و این ترمینال رو میارم، اینجا و کوچیکش کنم، بگم composer dump autoload که از طریق کامپوزر اون فایل autoload رو ایجاد کنه. composer dump autoload رو که بزنم، این helper.php که من اضافه کردم الان دیگه از تمام سیستم بهش دسترسی خواهم داشت. اینجا میتونم یه تگ php باز کنم، php میتونم باز کنم خب و اینجا هر فانکشنی که دلم میخواد رو اینجا اضافه کنم. خب فانکشنی که ایجاد کرده بودم به اسم user type بود و اینجا قرار نوع یوزر رو برای من برگردونه. خب یوزر تایپ اول از همه باید چک بکنیم ببینیم که یوزری داریم یا نه. خب پس دالر یوزر مساوی است با آف، این از هلپرهای خود لاراول هستن، یوزر رو بگیریم. خب بعد از اینکه یوزر رو گرفتیم میگیم چی؟ یعنی این کمپوزر دامپش هم تمام شد دیگه، الان کمپوزر دامپش رو صورت داد و اوکی شد، الان دیگه تمام اون فایل آپتیم چیز شدن. حالا میام اینجا میگم if user، خب یوزر داشتیم، خب اگر یوزر داشتیم این قسمت رو باید انجام بده و else باید ریترن کنه، اگه یوزر اصلا نداشتیم یه رشته خالی رو ریترن کنه، اگر یوزر داشتیم باید بگه return $user admin، اگر یوزر admin بود خب کلمه admin رو ریترن میکنه، در غیر این صورت باید کلمه customer رو ریترن بکنه. اوکی حالا همین if else هم میتونیم خیلی کوتاه‌ترش بکنیم، بگیم چی؟ بگیم return $user، اگر user داشتیم خب این خط کد باید صورت بگیره، اگر یوزری داشتیم، پرانتز باز و بسته، این داخل پرانتز بذارم، اولویت ها از بین نرن، در غیر این صورت یه رشته خالی. اوکی به این صورت اگر یوزر داشتیم میره چک بکنه که یوزر ادمین هست یا خیر، و در غیر این صورت یا کلمه ادمین یا کاستومر رو برمیگردونه. پس این اولین هلپری بود که ما نوشتیم و اینجاست که یوزر تایپ رایت ناو یا به هر حال یا ادمین رایت ناو یا کاستومر رایت ناو رو میاره. و این لی‌آوت هم، خب این لی‌آوت داشبورد هم فقط وقتی اکستند میشه که ما یه یوزر وارد حساب کاربری شده. پس نتیجه میگیم یا ادمین رو برمیگردونه یا کاستومر رو برای ما برمیگردونه که باعث میشه یا کاستومر رایت ناو یا ادمین رایت ناو اینکلود بشن. پس من اینجا رفرش بزنم، مطمئن شم چیزی خراب نشده. اوکی همین که خراب نشده کافیه، نشون میده که ما تونستیم یه چیز رو بگیریم. خب حله، پس اینم از اینکلودی که اینجا داریم، admin right now هم که اینجا داریم. فعلا این admin right now رو من اوکی کنم، به همه اینا ما نیاز نداریم، درسته به همه اینا نیاز نداریم. اینجا من خیلی هاشو میخوام پاک کنم، level 3 این now یک control m بزنم، این now از اینجا تا اینجا شروع میشه. خب این li، این li کلان پاک کنم، اول از همه فقط این الای رو بذارم، این الای و بقیه الای ها رو پاک کنم. الای همه این الای ها رو پاک کنم. این الای از کجا میاد؟ نه آن خط اینو نگرفته. اینم الای پاک کنم. خب الان مطمئن بشم اینو چطوری، یه الای داریم به این صورت، یه الای هم داریم به این صورت. خب ذخیره بکنم اینم چیزی رو خراب نکردم، رفرش
همه اینا پاک شدن الان، یه اینطور اتفاقی افتاد. پس نتیجه میگیریم که داره ادمین رایت نو رو میاره، نه کاستومر رایت نو، چون کاستومر رایت نو متفاوته با این، الان اون کلی آپشن دیگه داره. اینجاست که هر کدوم از اینا رو هم میاریم اینجا چیز بفرد. این من حس میکنم این فاصله که الان هر کدوم از این موارد با سمت راستشون دارن خیلی زیاده. کلیک راست بزنم، اینسپکت بزنم، ببینیم این فاصله که با سمت راستشون دارن داره از کجا میاد. نه آیتمی که اینجا هست، این فلکس باکسی که اینجا هست، این اگه نه فلکس کالومی که اینجا هست، کلاس پی صفر رو بهش بدیم، کلاس پی صفر بوت استرپ رو بهش بدیم، به چه صورت در میاد؟ به این صورت در میاد. اگه کلاس پی صفر رو بهش بدیم به این صورت، اگه پی آر دو رو بهش بدیم چی؟ یه خورده از سمت راستش فاصله میگیره. همین کلاس پی آر دو رو بهش بدیم کافیه یه خورده از سمت راستش فاصله بگیره، حتی یه کوچولو هم بیشتر بشه. الان اینجایی که داریم ساب مینیو، این ساب مینیوی که اینجا داریم کلاس پی صفر رو بگیره، پی صفر رو بگیره. من یه خورده از این پدینگاش راضی نیستم، البته پی ایکس صفر رو بگیره که از فقط از چپ و راست پیش صفر بشه که اینجوری نشست بگو. خب حالا و اینا هم پی آر سه بگیرن، پی آر سه خوب حل. پس بریم همین کارا رو برای دنیای واقعی انجام بدیم توی این چیزی که اینجا داریم، یو آی المنتی که اینجا داریم. خب حالا یه فلکس کالوم بود، این باید کلاس پی آر سه رو میگرفت. حالا این دی وی ام که اینجا داریم کلاس ساب مینیو داره، کلاس پی ایکس صفر رو بدیم. رفرش یعنی از چپ و راست پدینگت صفر باشه، از راست پدینگت سه باید باشه، که اینو البته چار واحد بکنیم حالا شاید بهتر شد. پی آر چار واحد الان بهتر شد، الان شد اون چیزی که مد نظرم هستش. خب حالا این هم به جای منو میگم منو، رفرش منو. فقط حالا این style.css که اینجا داریم توی این داشبوردی که اینجا داریم، بذاریم فونت فامیلیاشو اوکی کنیم. فونت فامیلیش اوکی نیست، این لیاوت داشبوردی که اینجا داریم. خب این لیاوت داشبورد داریم از یه چیزی به اسم style.css پیروی میکنه، که این style.css رو اینجاست، public assets lib css، اینجاست style.css که داریم. خب این بادیش هستش که انتخاب کرده، بریم بالاتر، خیلی اومدیم پایین. اینجاست، این بادیش هستش، دایرکشن آرتیکل، تکست علائم، فونت فامیلیش این هستش، که فونت فامیلیش میکنیم همون ستایی که توی مین دات سی اس اس داشتیم. مین دات سی اس اس رو من بیارم، اسمش مین دات سی اس اس مگه نبود؟ تو لیاوت اپ رو بیارم، لیاوت اپ یه چیزی مین دات سی اس اس داشتیم دیگه، کنترل سی کنترل وی، اینجاست مین دات سی اس اس، اینجاست فونت فامیلیش رو دقیقا همین بکنم توی style.css، فونت فامیلی شو دقیقا همین میکنم. خب رفرش، اینجا البته این فونت فامیلی که اینجا داریم، من اینا رو گفتم، فقط هنوز مثل لیاوت اپ اینا رو چیز نکردیم، این چیزا رو بهش اضافه نکردیم، لینک ها رو که فونت ها رو از طریق اینترنت میگیره. پس توی داشبوردم این چیزا رو اضافه کنم، این فونت ها رو. پس اینجا میگم چی؟ فونتس. خب رفرش، اوکی. نه این منوی که اینجا داریم، واسه این منوی که اینجا داریم یه خورده نیاز هست بزرگتر بشه. فونت پیکسلشو بکنیم 18 پیکسل، 18 دیگه زیاده، 16 پیکسل، منو 16 پیکسل. اوکی منوش هم بکنیم 16. style.css خط 1791 هستش، پس اینجا میام کنترل جی 1791. این جلسه هم زیاد چیز خاصی نه، فقط کداشو بیشتر چیز کردیم. فونت سایزشو بذار بکنم 15 پیکسل، ببینم چی میشه. رفرش، به این صورت منو، فونت سایزش هم شد 15 پیکسل. خب
حالا اینا رو این رو ظاهرش هم بیشتر از اینا میتونیم بعدا کار بکنیم. اینجاست من الان مقدمات استفاده از این لیات و مقدمات استفاده از این لیات ما چیز کردیم، انجام دادیم و دیگه الان آماده است، میتونیم از این لیات استفاده کنیم برای کاربارمون. خب حالا قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم، من اون مواردی که الان اینجا نیاز هستن رو که برای جلسه بعد باید اوکی بشن رو من فیکس بکنم اینجا. یکی این منوی ما اولین کاری که میخوایم بکنیم که یعنی این اجازه ای که به ادمین بدیم، مدیریت مشتریان هستش اولین کاری که میخوایم بکنیم. خب پس من تو ادمین چیز رایت نوی که برای ادمین داریم رو من بیارم. پس اولین کاری که میکنیم اینجا میگیم چی؟ مدیریت مشتریان. مدیریت مشتریان رفرش. اینجا مدیریت مشتریان هستش و حالا داخل مدیریت مشتریان این آیکونش هم اوکی بکنیم. آیکونی که اینجا داره فار راکت هستش که از فار یوزرز استفاده میکنم. یوزرز این از فونت آسم استفاده میکنه. اگه بخواییم بدونید این فونت ها رو چطوری تغییر میدن، کافی بزنید fontawesome.com. حتی بده از چه ورژن فونت آسم داره استفاده میکنه. حالا مال 4 هفته ولی آنچنان فرقی بینشون نیست. این لیست آیکوناش هستش. مثلا اگه بخواین از این آیکون استفاده کنیم میگین fa-build-o. خب هر چیزی. حالا من کنترل F بزنم users رو بیارم، میخوام از این چیز از این آیکون استفاده کنم برای چیزی که دارم. refresh. اینم فا یوزرزی که اینجا هست، مدیریت مشتریان. اینم داخلش یه سری چیزا هستن. خب داخلش اولین چیزی که قرار میگیره هر کدوم از اینها خب اولین چیزی که اینجا هست میشه چی؟ اضافه کردن مشتری. خب این از این اضافه کردن مشتری. هترفش و ایناشو بعدا درست میکنیم. حالا هترفش بذارم همین چیز بذارم. سایر الای هایی که اینجا هستن رو پاک میکنم. اضافه کردن مشتری، یکی اضافه کردن مشتری باید داشته باشه، یکی لیست مشتریان. لیست مشتریان خب لیست مشتریانشون بینه و بتونه اضافه کردن مشتری بکنه تو اینجا. پس رفرش. اینجا لیست مشتریان، اضافه کردن مشتری. خب پس حالا یه آیکون هم برای اینا بذاریم. آیکونی که برای اینجا میذاریم، آی که اینجا میذاریم میگیم آی کلاس، دقیقا این خودش فالیست. مثلا یک این فالیست رو ببینیم به چه شکلی هستش. این آیکون هایی که اینجا داریم فالیستی یا اینجور آیکونی داره که این لیست آیکون ها رو میتونید از اینجا بگردیم ببینید چی مناسبه، چی میخواین اضافه کنید. خب حالا من یه آی اینجا اضافه بکنم، یه آیم برای این اضافه کردن مشتری و اسمشو میذارم چی؟ یوزر. البته این فا باید باشدش، به جای لیست از یوزر پلاس استفاده میکنم. رفرش. خب یوزر پلاس، اضافه کردن مشتری، لیست مشتریان. پس اولین کاری که میخوام تو این جلسه بعد انجام بدیم اینه که بتونه با مشتریاشو مدیریت کنه، حالا که یه پنل خوشگل براش آماده کردیم اونجور داستانه.